محسن شکاری. شکاری اعداماتون توی زاهدان رو به خاطر جام جهانی تعطیل کردیم. الان دوباره بعد از جام جهانی شروع کردیم با اعدام محسن شکاری و سه تا برادرای زاهدانی عزیزمون دوباره شروع کردیم. ولی این دفعه کور خوندین. این دفعه مردم عزاداریشون رو تبدیل به خشم میکنن. خیابونا رو واسه سپاه و امثال خامنه‌ای یه دجال کودک‌کش ناامن میکنن. محسن فقط 23 سال سن داشت. داشت اعتراض مسالمت‌آمیز میکرد. خیابون هم بسته بود داشت شعار میداد. شما گرفتینش، توی 18 روز واسهش دادگاه تشکیل دادین، حکم اعدام صادر کردین. توی 18 روز فقط. سکوت مردم نشونه اینه که دارین یه سیگنال میدین به جمهوری اسلامی که اعدامو شروع کنه. با اعدام کردن ما ساکت شدیم. الان وقت انتخاب بین ترس و خشمه. روی صحبتم با سیاستمدارهای غربیه. انتظار اعتراضات مسالمت آمیز از این به بعد از مردم ایران نداشته باشین. چون خامنه‌ای و سپاه این حکومت کودک‌کش، این پیر مریض خرف اعلام جنگ کرده با مردم ایران. با تجاوز به دختر پسرهای مردم. با حکم اعدام، با شلیک مستقیم. این دیگه اعلام جنگه. توی جنگ اوکراین و روسیه تعداد کشته شدگان اوکراینی از تعداد کشته شدگان انقلاب ایران کمتره. ما انتظار نداریم اسلحه واسه ما بفرستیم، چون قانونی نیست. ولی این انتظار داریم به جای اینکه فقط حرف بزنیم بگیم ما کنار مردم ایران وایسادیم، حمایت میکنیم مردم ایران رو، عمل کنید. اینکه کنار مردم ایران ایستادیم یعنی بیا تو ایران آقا، کنار رو وایسا، کمکمون کن، عمل کنید، سفارت ها رو ببندید، قطع ارتباط دیپلماتیک داشته باشیم با ایران، حکومت خامنه ای دجال و سپاه رو محدود کنید، منزوی کنید. روی صحبتم با اون کسایی هم هست که نیروهای رده پایین سپاه و ارتش هست. خیلی ها میگن اینا رو ما نیاز داریم بعد انقلاب که انجام شد توی دولت موقت، اینا رو ما بدنه سپاه و نیرو انتظامی و ارتش رو نیاز داریم. نمیتونی بشینی تو خونه یا حرف نزنی یا بری تو خیابون حتی ساکت باشی، هیچ کاری نکنی، بعد موقعی که دولت جدید اومد رو کار بگی آقا من با مردم بودم. تا دیروز داشتی آدم میکشتی، الان بگی من با مردم بودم. نه، اینطور نمیشه. دادگاه واسه تصمیم میگیره اون موقع. الان مردم به کمک شما نیاز دارن، به نیروهای رده پایین که دستشون پولشون به اندازه اون سران نظام نیست که ایرانو چاپیدن. الان مردم به شما نیاز دارن. موقعی که ایران قرار قیامت بشه به شما نیاز دارن.